بیرون از خودش تراست داشته باشه. اگر مجموع اینها رو روی کاسه برسیم، من فرقی بین دیکتاتور ساله با یک دیکتاتور فاشیست به لحاظ روانشناسی نمیبینم و نیمرخ شخصیتی اونها میتونه بسیار شبیه هم باشه. دانیل آمل در کتابی که نوشته Change Your Brain, Change Your Life، از دیچین کردن ارتباطات مغزی یا نوروپت ها حرف میزنه، اومده رو 15,000 مذهبی متعصب Fundamental Religious Christian مطالعه کرده و از مغز اینها تصویر برداری کرده و بعد از میان روهای مذهبی یا لیبرال های کریسچین لیبرال از اونها هم تصویر برداری کرده، دیده آقا سیمپیچی مغز اینا با هم فرق داره. تو پریفرانتال کورتکس نوروایرینگ اینا با هم فرق داره. یعنی شیوهی که اونها ذهنشون جهان رو بهشون گزارش میکنه با هم فرق. مطمئنم از گفته های من بسیارتون سوال دارین، بسیارتون انتقاد دارین. من ترجیح میدم بنا به اصطلاح پیشنهاد خانم دکتر پیر نظر گفتگومون رو در اینجا تمام کنم و برای سوال هر موقعی که خودتون مایلید به من اطلاع بدید در خدمتتون خواهم بود. بار دیگه از آمدن شما در این شرایط خیلی نامساعد امروز دانشگاه برکلی قدردان هستم. ایشون هم دارن سایتشون توی فیسبوک هست دکتر نهزت فرمودی پی ایچ دی یک باشه و از فرم دکتر فرمودی دو تا سفرسی که هم دکتر فرمودی. آره اون که تو صفحه از اون فرندزه، یکی بر من تو نیویورک باز کرده مثلا، یکی که من یه خود نامید شدم با این حرفایی که شما زدی، نگرده جنتیک کد ما ایرونی ها همش وزش خرابه با امیدی نباید داشته باشید. یعنی سوالم این بود که فرض کنیم که تا آدم ها حالا در 4 سالگی خب در این محیط سالمی ندارن بزرگ میشن، آیا این یه چیزی هست که در بزرگی تغییر بکنه با زندگیشون در یه محیط سالمی؟ چون یعنی بحثم بیشتر سوالم اینه که نمیخوام این آدم رو بفرستم ترافی، میخوام این آدم اگه توی محیطی قرار بگیر آیا میتونه این تغییرات رفتاری درش به وجود بیاد، یا اینکه این یه جوری کد شده که واقعا دیگه قابل تغییر نیست. یا بعد اون نکته ای هم که راجع به ژنتیک کدینگ کردن، حتی گاهی من خودم فکر کنم که مثلا آره آدمایی که بیشتر آزادن ژنشون فرق میکنه با اون یکی ها، ولی واقعا یه همچی چیزی هست یا این ژنتیک کدینگ یه طوریست که میتونه مثلا، چون در مورد بیماری ها شنیدم میگن ممکنه یه ژنی اکتیو بشه یا اکتیو نشه یا اینا چجوری، یعنی این برام سواله که حالا اگه یکی درست به دنیا نیومد یا همه ما یه مشکلاتی داریم، آیا به تدریج توی جامعه سالم بالاخره ما هم میتونیم تغییر بکنیم یا اینکه نه دیگه به اصطلاح چیزه؟ بله ببینید، اول راجع به این ژنتیک کدینگ اون بیهیویر که وقتی حرف میزنیم شما نگاه کنید، ما رو مسئله فیزیکال ژنتیک کدینگ هیچ مشکلی نداریم. ما ایرانی ها خودمون رو که میبینیم از مدل راه رفتن، از مدل حرف زدن، نگاه کردن و اینا میتونیم تشخیص بدیم ایرانی هستیم. چرا؟ به دلیل اینکه این فیزیکو این اپیرنس و اینا خودشو به ما منتقل میکنه. یا اینکه شما میبینید ما ایرانی ها مثلا پوستمون، رنگ چشممون غیر از استثناءهایی که به وجود اومده یا فیچرمون اصولا، خب جنتیک، بدنمون جنتیکلی یه ویژگی هایی. چرا نمیتونیم فکر کنیم که هیئت روانی ما هم میتونه در اثر ژنتیک یه پریدیسپوزیشن هایی به ما بده؟ حالا دو تا سوال داشت سوال شما. یکی اینکه اگر ما این پریدیسپوزیشن یا این پیش زمینه ارثی در محیط بد فعال شده، چاره ای براش میتونیم بکنیم یا نه؟ البته اتفاقا دانیل سیگل در کتاب معروف مایندفولنسش، اسم کتابش از مایندفول، در این کتاب میگه که تجربیات جدید نورووایرینگ برین رو عوض میکنه.
مثلا در تراپی این اتفاق میفته، نه هر تراپی، در تراپی امپاتتیک که روانشناس با مراجعش اون رابطه امن و حامی و حساس و حاضر رو به وجود میاره که قرار بوده بچه تو 5 سال اول عمر بگیره، به تدریج فانکشن برین یعنی زیر دستگاه امارای تغییر شاهراهای عصبی رو نشون میدن. مثلا 2 years, 3 years این تو تراپی یا قبلش این تغییر نوروایرینگ رو میبینی. و از کسانی که اتفاقا این خیلی امید بزرگی به وجود آورد، در به خصوص دو دسته بچه رو در حول و حوش 6 ماهگی مقایسه کردن، بچه هایی که خانواده های ایدئال، وقتی میگیم ایدئال دیگه الان شما با مفهومش آشنایید، و بچه هایی که در خانواده های تراما بزرگ شده بودن، خانواده خشونت، اعتیاد، فقدان پرنتینگ و غیر و اینا، در 6 ماهگی از مغز این بچه ها نورو ایمیجینگ گرفتن و بعد اینا رو همه این گروهی که آسیب دیده بودن آوردن تو تراپی و تو محیط خوب و تو انوایرمنت خوب و با اینها کار کردن، دیدن در 2 سالگی اینها شباهت با هم پیدا کردن. البته یک سوال اینجا شما مطرح میکنید که این سوال به قول معروف سوال 1 میلیون دلاریه و اون این که آیا امید ما فقط به این روابط محدود تراپیوتیک، اونم فی مبلغ معلومه، فی مدت معلومه که خب همه که نمیتونن استفاده کنن، تازه اونم در برابر هر 10 تا تراپیست دیسکوالیفاید یه دونه تراپیست کوالیفاید ممکن پیدا کنیم. بنابراین ما امیدمونو به کجا؟ تردیدی در این نیست که سوشال اینفراستراکچر بسیار اهمیت داره، یعنی اینکه فرض کنید سیستم آموزشی تغییر. شما فکر کنید الان همین برنامه بولینگ استاپس هیر تو CNN شروع شده، همین مسئله بولی کردن، یعنی باید جامعه انقدر نسبت به مسائل آزار و خشونت و تخریب آگاهی پیدا کنید که در سطح عموم با این مسائل مبارزه بشه و فضا امن بشه برای همم. مسائل فرهنگی پیچیده. یه دون بگم بخندین، امروز من امروز رسیدم به فرودگاه، صبح ساعت 7 مطب بودم که کلاینت های روز یک شنبه مباید بیدم، رسیدم به فرودگاه، کارتم فرو کردم، حالا فکر میکنم دیگه انقدر بلد شدم که کارت الکترونیک بگیرم، رو کردم ببینم دیگه که نو انفرنودی مهر استم تو سیستم. ای بابا چی رفتم دسکالا اینا اینقدر بد اخلاقن این روزا، این یه جا پرک کرده یه جا. خلاصه یه سروب ساعتی منتظر شدم، تلفن زدم خوشبختانه به خانمی که مسئول این جلسه بوده و اینا، او گفته والا گرفتیم بلیط تو جنگم نشون نمیده ده قصه کوتاه. نیم ساعتی گذشته من جوش آوردم، بعد که چیکار کنم به خاطر این جوش آوردم خب به شما شرمنده نشم. و بعد یهو خانم شماره تیکت رو دادن، وقتی شماره تیکت داده اومده دکتر نهضت فرمودی. خب تو این جامعه که ما هستیم که تایتل جز آیدی شما نیست، تو ایرانه که دانشجو از سال اول پزشکی میشه آقای دکتر خانم دکتر. این از اون ابعادی که مثلا جامعه خودشو هی کرکت کرده. شما میدونید همین تایتل اتچ تو یور نیم چه پینی به آدم داده تو طول تاریخ؟ خب چرا این آقای وزیر احمدی نژاد دکتر نبود، دروغکی اسم خودش گذاشته بود دکتر کردان چیه؟ خدا میامرزه مرده؟ حالا به هر حال بنابراین شما میبینید که آره جامعه به تدریج خودشو نسبت باید یه لایروبی فرهنگی دائم میکنه. محیط زندگی هر چقدر به شما و اون چی که هستید اکسپتنس بده، شما موجودی سالم تر میشید. بسیار نکته های باری طرز مو اینجاست، اینه که سعی کنیم سوالا رو ببینیم چند نفر دیگه سوال دارن که ببینیم فرصت به پاسخ دارن. شما چند نفر دیگه سوال؟ شما بفرمایید. بعد شما اول، بعد شما. خانم دوستانی که برای من خیلی مطرحه اینه که با تمام این تروماهایی که
این ملت رفته توش. چه ذره بلندتر؟ با تمام این تراماهایی که ملت ما رفته توش، با من تعریف انسان سالم یا انسان طبیعی چی میتونه باشه و چه توقعی ما میتونیم داشته باشیم؟ برای اینکه مثلا به عنوان مثال، به عنوان یک کسی که اصلا از روانشناسی چیزی نمیدونه، من اصلا توی روابطی که خودم نگاه میکنم یه سری چیزهایی رو که میبینم به نظرم رفتار سالمه، ولی وقتی که میبینم با این آدم اصلا نمیتونم ریلیت کنم، هیچ چیز بدی ازش ندیدم، رفتار سالمه، هیچ چیزی نمیتونم بگم، ولی از اون من میبینم خیلی بهتر میتونم ریلیت بکنم با کسی که کدام کد رفتارهای سالم ازش نیست ولی میتونم باش ریلیت کنم به خاطر اون تراماهایی که توش درش بودم، یا میدونی یه اون تراما هاست که میتونه منو کانکت کنه. به عبارت خلاصه خلربا داری. کاملا خلربا دارم. ببین این که ما انسان سالم رو معنی کنیم یه مسئله است، این که رابطه سالم رو معنی کنیم یه مسئله است. من رو فیسبوک یه جمله همطوری یه شبی گاهی اوقات یه جملاتی تو ذهنم فرم میگیره، یا این جمله رو گذاشتم رو فیسبوک، اتفاقا یه تعداد زیادی کامنت دادم، گفتم A good relationship is like rock candy. It is sweet, it is solid and it's healing. به فارسیش هم نوشتم رابطه خوب مثل نباته که هم شیرینه، هم محکمه، هم شفابخشه. واقعا رابطه خوب اینجوریه دیگه، یعنی دو نفرن که تراست میکنن به هم، با هم رشد میکنن، از بودن با هم لذت میبرن. اون وقت راکندی رو دونه دونه شکستم، اومدم پایین. آرش برای ریسپکت وای میسه، اوش برای اوپننس وای میسه، کش برای کایندنس وای میسه، سیش، اینا رو همه رو اون تو دیزاین کردم. ولی به هر حال این چی که شما میگید ما کنکت نمی کنیم با به یه آدمی که خیلی هم اصولش ساده، مثلا فرض کنید شما جز اون کسانی هستید که عادت دارید یک نفر خودشو بر شما هلاک کنه، بنابراین به یه آدم نرمال که میرسیم که مثلا میگه که Would you like to go؟ مثلا بریم اینجا رستوران یه سالاد بخوریم، شما جز اون آدم هایی هستی که میخواد بگه که تو رو خدا ببریم یه سالاد بخوریم، قربونت، حتما بیا امشب بریم اینجا، نمیدونی چقدر خوبه، شما هی ناز کنیم هم هی شما رو بکشید. وقتی که اون میگه که Oh, you are not in a mood, that's okay. Next time. بعد فکر میکنی تو با این مچ نمیکنی دیگه. اینجا اونجاست که تفاوتهای فرهنگی ما رو ممکنه دور از هم نگه داره. درست میگی، ما با بعضی رفتارها کن منطقه. من فکر کردم قسمت اول سوالت داشتیم، گفتیم ما با این همه تراماهایی که تو زندگی رفتیم اومدیم چطور هنوز یک ملتی هستیم که هر جا میریم مثل گربه مرتضی علی با دست و پا میایم پایین و موفق میشیم و دوباره جوانه میدیم و شکوفا میشیم و سازگاری میکنیم و اینا، که اون وقت میخواستم ریفرتون کنم به کتاب روح ملت ها مال احمد آرام و یه جمله که مهندس بازرگان، شادروان بازرگان اون تو گذاشته، گفته آنچه که راز بقا ما بود در طول تاریخ رمز فساد ما هم شد. یعنی ما بلدیم هزار یه ملق بزنیم ولی سروایو کنیم، که خیلی هم مهمه. بچه هایی که تو محله های سخت بزرگ میشن ببینید سروایورن، بچه هایی که خیلی سالم تو محیط سالم بزرگ شدن یه اشکال کوچولو پیدا میشه از میبازن زندگی. اینو به علت آرکیتایپ 7000 ساله ما نمیدونی؟ بیرون از سوال شما سوال کردید. منظور همون قسمت میتونم بسیم شما رو بینیسیم. قسمت شادی. بسیار خوب. شما بله جنابایی. من یه سوال کلی‌تر داشتم بهتون. سوال این آمار جدیدی که شما اخیراً چاپ شده سر نزدیک 35-40% آمار در ایران مشکلات روانی پیدا کردن، یکی از آخرین استودیو بود. این نشون میده تو این 10-15 سال گذشته خیلی سرعت آمارهای روانی تو ایران زیادتر و زیادتر شده. و تعداد پزشکان خیلی کم هم.
مثلا هم شما راهکار یه همچین پدیده جدیدی که خیلی زیاد پیشرفت داشته تو چند سال گذشته. بله. وزیر بهداری ایران رسما اعلام کرد ما 17,000 روانشناس در ایران نیاز داریم که نداریم. 17,000. حالا تازه اون خیلی چیز کرده با آمار جهانی مثلا مقایسه کرده. و تازه اونایی که اونو الان میگن روانشناس، من با چند نفرشون ارتباط داشتم به دلیلی اینا لیسانسیه روانشناسی هستن و تو ایران رفتن یه دوره کارورزی 6 ماهه دیدن و بهشون یه جواز دادن که اینا مثلا یک خانمی که من باهاش از اینجا صحبت کردم به دلیلی یه خانمی خودکشی کرده بود در خوزستان و گفت پیش مشاور رفته و اینا، بعد میگفت مشاور بهش گفته رفته پیش مشاور گفته که ناراحتم و اینا، همسرم با یه دختر جوون چیز کرده اومده به من گفته ما 2 بچه داریم، اومده به من گفته من اینو میخوام بگیرم، بعد اگه تو رضایت بدی مثلا واسه یه انگشترم میخرم، اگه رضایت ندی من به هر حال این کار رو میکنم، حق ماست و اینا. این خانم هم خیلی ناراحت شده و عصبی شده و نفت ریخته رو خودش آتیش زده و بعد یه مقدار سوختگی پیدا کرده و اینا. بعد میگفت قبل از اینکه این نفت بزنم و این کار رو بکنم رفتم پیش یه خانم مشاوری در اهواز، بعد این خانم برگشت گفتش که نون تو رو میده؟ گفتم که بله. پول داره که نون یه زن دیگر هم بده؟ بله. خب چه اشکالی داره؟ مگه تو مسلمون نیستی؟ بس بره یه زن دیگه بگیره. میگه اینو به من گفت، از اون اتاق اومدم بیرون و نمیدونستم چی کار کنم، رفتم خونه به لف ریختم رو خودم، آتیش زدم خودم. یعنی این دسته حتی ما مثلا روانشناس تو ایران داریم. اما اینکه خواستگاره چنین اپیدمیه روانی در ایران چیه؟ عدم امنیت، بالا بودن خشونت، آزادی اعتیاد و فاصله طبقاتی وحشتناک. دیگه همه اینا بستر تمام به اصطلاح اختلالات روانیه دیگه. و بعدم من با نه با تعصب سیاسی، با پروفایل روانشناختی بسیاری از حکومت مردان ایران رو انسان‌های بیمار میدونه. شما من یه سوال خیلی ساده دارم، چجوری که 10 بچه در یک خانواده از یک پدر مادر تقریبا با تفاوت های سنی نزدیک به هم، اینها با هم اینقدر متفاوت هستن قبل از اینکه برسن به اون تجارب شخصی در یک جامعه دیگر؟ بله، خیلی ساده است پاسخش. من الان به خصوص دیگه با داشتن 3 تا نوه که جلوی چشم خودم دارن بزرگ میشن، اولیش مسئله لوح ژنتیکه، دوم اگرچه به نظر میرسه که محیط زندگی بچه ها ثابته، ولی چون لوح ژنتیکی بچه ها متفاوته، تجربه هر بچه در همون فضا تجربه متفاوته. لذا لوح ژنتیکی متفاوت تجربه متفاوت به وجود میاره و ذهنیت متفاوت فرم میگیره. به همین دلیله که تربیت لباسی نیست، یونیفرم که مادر و پدر دوخته باشن به تن هر بچه کنن، به تن هر بچه میبایست پروف بشه. مثلا تو این 3 تا بچه های دختر من، یکی از دخترها، 2 تا دخترن یه پسر، یکی از دخترها بسیار هیجانی، هنرمند، حساس و دقیق و زودرنج و نازک‌بینه. با اون مادر خیلی بیشتر وقت صرف میکنه تا اون 2 تا پسر و دختر دیگه، چون یکی از اون دخترها بر خودش اصلا کاری نداره، محیط چه جوریه، میخوره و میرقصه و با سگ بازی میکنه و اصلا یه موجودیه که مثل اینکه با یک زره عاطفی به دنیا اومده، فرق میکنه. آقای... اون آقا خیلی وقت دستشون بالا بود از اول، شما همون آقا خیلی میخواید شما بفرمایید، بعد آقای علی حجر بفرمایید که شما من نظر بودم. من سوالم واسه فرق یعنی عنوان صحبت شما که حالا به بنیان روانی دموکراسی، وقتی که میگه من این
حدرم تو راه یه خود صحبت هم کردیم. من یه انتظار داشتم، انتظار داشتم که وقتی واژه دموکراسی میاد و قاعدتا معنیش اینه که مردم و مردم از طریق یک نماینده حکومت بکنن، این معنای دموکراسیه. ما داریم داشتم فکر میکردم ما یکی از این دوتا چیز رو خواهیم شنید، یا آماده سازی روانی اون نماینده که این چگونه باید انجام بشه تا اون نماینده روی قدرت برای قدرتمند موندن تاکید نداشته باشه، قدرتش همونی باشه که انتظار داریم و هر وقت که دیسکوالیفای شد اینو عوضش کنه، یا به شکل دوره‌ای هر سیستم میتونه بده، یا آمادگی روانی اون جامعه‌ای که بخواد دموکراسی رو قبول بکنه و دموکراسی رو پرکتیس کنه. حالا چیزی که من شنیدم، من بیشتر در واقع عنوان‌های روانی دیکتاتور رو شنیدم، خیلی هم استفاده کردم، بگم که خیلی دوست داشتم یادداشتم کردم بعدم دنبال می‌کنم. ولی حالا به نظرم اینجور رسید که بخوام این دو تا مطلب رو با هم مرتبط کنم و منظور شما رو بفهمم. آیا شما در این تعاریف انسان رو مطالعه کردید، به جامعه تسلط دادید، یا اینکه جامعه رو مطالعه می‌کنید به انسان تسلط دادید؟ من بوده روانشناسیش رو میگم. ببینید، من فکر میکنم در مورد روان انسان آزاده که با قدرت کلنجار نخواهد رفت رو من اینجا از چهار مدل به اصطلاح نظری، یک پنج سال اول عمر، دوم شیوهی که با جهان اتچمنت پیدا کرده یا دیتچمنت پیدا کرده، و سوم اینکه پریفرانتال کورتکس او در اثر تجربیات اولیه زندگی و محیطی به چه قدر داره فانکشن میکنه یا نه. فکر میکنم اینا تمام ویژگی هایی بود که من برای انسانی که با قدرت گره نمیخوره. من میدونم که خیلی ها به حق احتمالاً از مهندس بازرگان بسیار ناراحت و عصبانی هن و همه اینا، ولی من سیاستمداران زیادی رو باهاشون نشست و برخاست داشتم از گروه های مختلف، به دلیل سنم، یعنی ما توی سنی بودیم که دیگه فعالیت های سیاسی از دانشگاه تهران و بعد تو خارج از کشور کنفدراسیون و چهره های مختلف فعال سیاسی و بعد تو انقلاب خوردیم و تو دانشگاه بودیم و چهره های انقلابی که از دانشگاه بودن و اینا، و من مثلا تعجب میکردم که این مردی که از نظر سنی باید خیلی با دموکراسی روز آشنا نباشه یه انسان آزاده بود، و خب جامعه ما اونو ردش کرد به دلیل اینکه نتونست قدرت رو تسخیر کنه، و منتها اصلا جز بافت شخصیتیش نبود که قدرت رو تسخیر کنه. حالا یه مقاله یکی از دوستان نوشت، بازرگان انسان نابهنگام، در اون زمانی که اومد به اصطلاح جاش نبود که بیاد، ولی بافت شخصیتیش. بعد من با خودش مصاحبه کردم دو ساعت و نیم سه ساعت، از کوچکیش پرسیدم، نوار مصاحبهش هم دارم، تا موقعی که برگشته از خارج به ایران، در حالی که مبارز بوده ولی مبارز برای کسب قدرت نبوده، روی اصولی ایستادگی میکرده و مبارزه میکرده. حالا نکته ای که اینجا میدونم که شما انتظار داشتید به اصطلاح ببینید که ویژگی های یک انسان آزاده چیه، من به عنوان روانشناس جنبندی که میتونستم بکنم اینه که یک روان آسیب ندیده و اعتماد دیده، یعنی تراست درش به وجود اومده و در امنیت زیسته، با محیط خودش میتونه آنجایی که حقوق او تموم میشه و حقوق دیگری آغاز میشه تکلیفش روشن باشه، و نیازی به تسلط بر دیگری و کسب حقوق او برای احساس امنیت نداره. حالا شما ممکنه سوالتون این باشه که گهواره رویش چنین انسانی چیست؟ معلومه محیط سالمی که در خانه شروع میشه. من 23 سال 4 سال پیش، شاید خانم دکتر پیرنظر یادشه،
از ایران اومده بودم، احساس گناه میکردم که چرا از ایران بیرون اومدم. به دلیل بچه‌هام اومدم، در شرایط جنگ دانشگاه اخراجم کرده بودم، ولی برای احساس گناه میکردم. وقتی اومدم اینجا نشستم، دو سه ماه که هنوز بقایا و رسوبات افسردگی ایرانم با هم بود، چون شرایط بدی رو اونجا دیده بودم برای دانشجوام یا دیگر عزیزان. بعد از تو این دو سه ماهی که رسوبات این افسردگی رو بود، فکر کردم که باید یک کاری بکنم. و تنها کاری که کردم این بود که 4 تا 5 تا سیدی الفبای بهداشت روان کودک رو درست کردم. و بعد گفتم اصلاح از تو خانه شروع میشه. بچه های آزادی دیده، حرمت دیده، احترام تجربه کرده، امنیت چشیده، اینها موجوداتی هستن که وقتی وارد اجتماع بشن به بیماری اجتماع اضافه نمی کنن. میدونم مصلحین اجتماعی به این مدل فردی خیلی امید ندارن، ولی من خب کارم مایکرو استادیه، ماکرو استادی نیست. بنابراین اگر بخوام ماکرو استادی کنم، جای غلطی خودم رو قرار میدم، جای قرار میدم که ابزارش رو ندارم. ولی در مایکرو استادی میدونم که از چه خانه های انسان های سلامت بیرون. خیلی متشکرم. خیلی متشکر. خیلی مطالبتون علمی و به خصوص اون قسمتی که راجع به نوروساینس و اینو صحبت می‌کنه. یه اما داره میاد. اما نداره. یعنی نکاتی که میگن، یعنی انتظار من این بود که این برخورد علمی رو تو زمینه‌هایی که به خصوص به مسئله دموکراسی و اینا مطرح میشه رعایت کنید یا در آینده بیشتر روش تمرکز بکنید. چیزایی که به نظر من رسید این بود. اولا تو همون قسمت نوروساینس، این مسئله که فقط انسان تنها موجودیه که آگاهی به خود داره یک داستان قدیمی است، مال چند دهه گذشته است. اخیراً کاملا روشن شده که حیوانات زیادی هستن که اون سلف اورننس و خودآگاهی رو دارند. تخصص رشته من به شما دعوت میکنم به کتاب آلن شور سلف نوینگ استاد UCLA مراجعه کنید و ببینید او به چه دلیل میگه که انسان is the only existing creature that has self knowing. از طریق مطالعه سلف نوینگ همون سلف اورننس، یعنی که به عنوان یک اندیویژوال خودشو متفاوت از بقیه اندیویژوالا تشخیص بده چیز نیست، فقط مخصوص به انسان نیست. ببخشید او تاکید میکنه در یه جایی که اگر تمام ادبیات فلسفی جهان رو بررسی کنین، از جمله شکسپیر، میبینین تنها هنر اونها این بوده که به این سه تا سوالی که دل مشغولی انسانه، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، یعنی سه تا سوالی که از کجا، برای چی، به کجا. و میگه این سه تا با سلف نوینگ گره خورده. خب یه داستان متفاوت، این سلف اورننس و چون واقعا سلف نوینگه. شما به فرمیش سوال مسئله عرفانی از کجا آمدن و کجا میریم خب از یه میمون توقع نداریم، از یه ماکاو دفعه هم توقع نداریم. ولی اینکه خودش رو به عنوان یه اندیویژوال بتونه تو آینه تشخیص بده از بقیه متفاوت بکنیم، من اون رو به اومد تعریف میکنم. نکته دیگه اینه که شما بعضی چیزها رو گفتید که قسمت سمانتیک و تعریف و دفنیشنش روشن نیست. مثلا روشنفکر گفتید که کسی که به عقاید جدید مغزش باز باشه. درسته؟ open to new ideas. خب شما حساب بکنید که یک کسی که فقط تو زمینه انجینیرینگ یعنی یه چیزایی رو تولید بکنه، بعد میره یه عقیده جدید میبره یه تیم مارکتینگ میده و این تیم مارکتینگ از نظر اقتصادی اینو بررسی میکنه، این عقیده جدید رو، و به این نتیجه میرسه که این خوبه یا بده، میشه این پروداکت تولید کرد یا نکرد.
اون تیم مارکتینگ لزوماً روشنفکر نیستند، برای که ممکن اون عقیده رو قبول بکنند یا قبول نکنند. درسته؟ که خود صرف اینه که یه عقیده جدید رو قبول بکنه یا نکنه، یا اوپن باشه یا نباشه، یعنی به عنوان مثال اسکالیا جاستیس سوپریم کورته، این اوریجینالیسته، یعنی قبول نداره که باید عقاید جدید رو نسبت به کانستیتوشن اجرا کرد. آقای برایر میگه کانستیتوشن یک داکیومنت در حال تحوله و بایستی جامعه خودشو این کانستیتوشن خودشو تطبیق بده با جامعه. هر دوشون هم انتلیکتوئل هم، اون انتلیکتوئل راسته، این انتلیکتوئل لیبراله. من آقای اسکالیا رو چون با عقایدش موافق نیستم، مثلا با عقاید برایر بیشتر چیزم، هر دوشون از نظر من روشنفکرن. روشنفکر میتونه کاملا دوگماتیک باشه، ولی روشنفکر یه چیز خوب نیست یا یه چیز بد نیست به خودی خودش. روشنفکر کسی که کار فکری میکنه، مثل یکی که میره آهنگری میکنه و کار فکری میکنه. این میتونه خوب باشه، بد باشه، میتونه روشنفکر نازیا باشه. آقای گوبلز یه روشنفکر بود، منطور روشنه که فکرش روشن بود. بعدش میگه تو فارسی ما این کلمه روشن و فکر رو بغل هم میذاریم، فکر میکنیم ترکیب این دوتا باید یه چیز خیلی عالی از یکی درست کنیم. ولی حتی اگه دفینیشن شما رو بعد یه لحظه انتخاب بکنیم، چپا که خیلی اوپن ترن، اون اصلا کل نظام رو مورد سوال قرار میدن، یعنی دنبال یه چیز جدیدن. و برعکس کانسرواتیوان که کاملا فکر خودشونو بستن، فکر میکنن این نظامی که امروز همه جا میبینیم، اکوپای وال استریت و اینا، اینو تا ابد میشه حفظ کرد و به پایان تاریخ رسیدیم. یعنی روشنفکر لیبرال منظورمون چیه؟ اگه لیبرال و دفینیشن اروپاییشو بخواید بگید، طرفدار سرمایه‌داریه. اگه به معنای آمریکاییشو بخواید بگید، کسیه که میانه روی مثلا هر دو طرف قضیه رو سبک سنگین میکنه. اوکی. یعنی این مسئله دفینیشن و اینها هم که یه حدی تأثیر داره اینه که چجوری قضاوت کنه. من ابتدای برنامه، اولا دستای من بالا، در ابتدای برنامه من اشاره کردم که اگر این مفاهیم رو از دید سیاسی بخواید بررسی کنیم، من آخرین I'm the most disqualified person to talk. بنابراین من اصلا گفته ای ندارم روی این مسئله. آنچه که شما گفتید شنیدم، یک کمی هم یاد گرفتم، حالا به کار ببرم یا نه دیگه اون با خودم ربط داره. ولیکن مسئله تعریف روشنفکر رو من از دیکشنری آکسفورد برای شما گفتم، اگر دوست دارین چک کنین، اگر غیر از این بود من حتما حرفم رو پس بگیرم. شادی شما؟ من سوال خاص نداشتم، یعنی اینقدر سوال دارم که اصلا بهتره هیچ نگم. سر رو در که باز کنی دیگه نمیتونی جمع کنی. من یه نکته کوچولو در مورد روانشناسای تو ایران خدمتتون بگم. من ایران روانشناسی خوندم، تمام رفرنس هامونم بیشتر کتاب دکتر شاملو بود، استاد منم بودن، خیلی خوب درس میخوام دکتر. یعنی اصلا این چیزی که شما بفرمایین، حالا تو برنامه‌تون هم من شنیدم، از طرف خودم میگم مطلبی نبوده که اینجا بشنوم و ایران راجبش چیزی نخونده باشیم. منتها شما مطب داشتی تو ایران؟ نه خیلی، من در واقع کار میکردم، ولی خب من اینه که به عنوان مشاور الان کار میکنم. اینه که به عنوان مشاور کار میکنم خدمتون میگم، چون یه مدت کوتاهی هم من تجربه داشتم. حتی کسایی میان به عنوان مراجع و گوش میدن ببینن آدم چی میگه و باید مطابقه، یعنی همینجور که موسیقی رو اسلامی کردن، این روانشناسی رو هم اسلامی کردن، نمیذارن کسی حرفی به جز چیزی که اونا میخواد بزنه و ما نمیتونیم آزاد نیست. بله آزاد نیست. این از اما در مورد اون قسمتی که فرمودین مثل گربه مرتضی علی چهار دست پا میایم پایین، من همیشه فکر میکنم که شاید به خاطر اون آرکیتایپ ما باشه، اون ناخودآگاه جمعیمون باشه که مثلا با یه ملتی که مثلا 300 سال 400 سال سابقه داره آنچنان فرق میکنیم که در واقع یه پیشینه ای داریم که بدونی که خودمون بخوایم، بدونی که خودمون بدونیم، میتونیم همیشه خودمون رو سروایو کنیم. نظر من. مرسی. ممنون. مرسی. اجازه بدید مهدی الان توی لیست من هست، بعد این خانم هستن و بعد این خانم اونجا. کس دیگه هست؟ اسمش. من
من میخواستم یه ابزرویشن خودم رو براتون بگم که برام سوال هستش. این مقدمه کوتاهی میگم، ما تعداد خیلی زیادی ایرانی هستیم که تو خارج از کشور زندگی کشورهای مختلف. در مجموع هم قوانین رو تو کشورها رعایت کردیم. زیاد ایرانی نمیدیم که زندان رفته، هم گنگ ایرانی زیاد. قوانین همون کشورها رو زود یاد گرفتیم، احترام گذاشتیم، انجام بدیم. حالا همین ما ایرانی ها که این کار هستیم میخوایم بریم ایران. ممنونم. من با لوفتانزا میرم. لوفتانزا از فرانکفورت میره که معمولاً هواپیماهای خیلی گنده ای هستش برای اینکه بتونه بره تهران رو برگرده با یک پمپ با یک بنزین. ایرونی ها، ما ایرونی ها میایم فرانکفورت، از اونجا میخوام بریم ایران. حدود 350-400 نفر هستیم، 98% اونم حدوداً ایرونی هستیم، خیلی کم خارجی میگیم. اونجا اصلا یه جور دیگه میشیم. میگه که فقط اول بچه‌سانی که بچه کوچیک دارن میان، همه حضور میارن، همونایی که قوانین انجام بده. میره دو سر کله هم دیگه. میریم وارد فرودگاه امام خمینی میشیم، اونجا که بعد بریم ویزا رو تنظیم کنن. از این صف میزنیم، از اون صف میزنیم، میزنیم جلو هم دیگه. داد و بیداد دعوا تا میریم ببرد. همون آدمایی که قانون رو رعایت میکردیم اینجا شدیم چیز دیگه. من چندی در چندی ماه گذشته چندی بار اینا دیدم و نمیدونم چی داستان، چرا ما اینجوری هست؟ این دکتر جکیل و مستر هایت درمی چیه؟ بله، به نظر من ربط به این پیدا میکنه که ما تئوری های اخلاق، رشد اخلاق به اصطلاح روانشناسی اعتقاد به این دارن که اخلاق در مراحل مختلف رشد پیدا میکنه. پایین ترین نوع رشد اخلاق، رشد اخلاق پلیسیه. یعنی چی؟ یعنی موقعی که ما از ترس یک تنبیه یا به طمع یک پاداش یک کاری رو میکنیم یا نمیکنیم. اشکال رشد اخلاق پلیسی که در سیستم های دیکتاتوری خانه و مدرسه و جامعه فرم میگیره اینه که مانع از رشد اخلاق مراحل پیشرفته تر میشه. رشد اخلاق مراحل پیشرفته تر یک زمان هماهنگی، همانندی identification with rules and values، همانندی با قوانین و معیارها و ارزشهاست، و مرحله آخر internalization of moralistic behavior یا درونی کردن رفتارهای اخلاقی. به نظر من ما نوع اخلاق مندیمون بیشتر از نوع اخلاق مندی پلیسیه. یعنی ما به مراحل بالاتر رشد اخلاق که در آزادی، پیاژه رو این کار کرد، کوهات پیاژه اینا کار کردن رو این که فقط بچه هایی که در آزادی و احترام بزرگ میشن معیارهای اخلاقی درشون از مرحله پلیسی عبور میکنه، به مرحله همانندی میرسه، بعد از اونم به مرحله درونی شدن. اون چه که مسلمه، ما اخلاقی در این جامعه رفتار میکنیم چون از پیامدش میترسیم. مثل من که رانندگی هی تو آینه این ور اون ور نگاه میکنم که از 70 بالاتر نرم، ولی اگر به من یه روزی اطلاع بدن پلیس تو کارپول 73 نیست، عاشق اینم صد برم. بنابراین به این دلیله که فکر میکنم اونجا که میتونیم یه خود شیر تو شیر میشه میذاریم دند خلاص. شما بفهم کنم خواستم این یاد قبولی شخص شما همچین چیزی هست که بچه اول یا دختری بیشتر ژن‌های پدر می‌بره. من همچین چیزی رو در مطالعات علمی ندیدم. به طور کلی اعتقاد بر این که اپوزیت سکس بیشتر میتونه، یعنی دختر ژن پدر رو و پسر ژن مادر رو ببره، تو این یه سری مطالعه دیدم.
برای اینکه بچه اول ژن کدوم رو من ندیدم، اگرم هست من اطلاع نشدم. بله، البته از نظر خودم آقای مرحوم مهندس بازرگان خدا رو بهشون شاد کنه، از نظر شخص من شخص با ایمان، یعنی اون ایمان شخصی که خودشون داشتن و خدا رو بهشون شاد کنه. شما خواهیم من می‌خواستم به یک دسته دوستان اینجا ریفر کنم و از شما این سوال بکنم، برمیگردیم به دموکراسی و شرایط فعلی ایران. یه مقدار حمایت‌های یا فعالیت‌های که می‌تونستن از این ور به قول معروف می‌کردن از خارج از کشور، و بعد به یه تئوری رسیدن که خلایق هر شدایق، این مردم آماده دموکراسی نیستن و هیچ تلاشی هم براش نمی‌کنن، شما هم از این بیرون هیچ کاری نمی‌تونی بکنی و همینه که به سرشونه، همین از سرشون هم زیاده. خب من تو این جمله هم یه قسمتی از واقعیت رو میبینم، هم یه قسمتی از سلب مسئولیت رو میبینم، ولی دوست دارم که نظر شما رو ببینم. ببینید، من فکر میکنم اتفاقا این جمله که شما میگید، یه بارم من از مرحوم بازرگان شنیدم موقعی که خیلی فراسنی دیگه تعجب میکرد که بابا وقتی که من میام میگم که این آقا یه چاقو دادن دست من، تیغش دست دیگراست، وقتی من بلند میشم اعتراض میکنم میگم آقا کم کم دارن همه چی رو میبرن به سمت حکومت نمیدونم یزدی، پس این مردم کجان؟ چرا نمیان تو خیابون؟ چرا کسی نمیان؟ حالا بازی های گروه های مختلف و کار نداره. ولی یه بار تو همون حالت به اصطلاح فراستریشنش گفت که بلد چغنده. و من حقیقتش فکر میکنم فقط مو وقتی که مایوس میشیم از تأثیر بخشی هرس و جوشایی که میخوریم، اون وقت به یه همچین نقطه میرسیم. واقعا من فکر میکنم، واقعا فکر نمیکنم که مردم ایران استحقاق این حکومت رو دارن. من فکر میکنم که اگر قدرت نظامی رو در ایران بردارند، کنترل کنند، اگر میدیا وسایل ارتباط جمعی رو آزاد بگذارن، و اگر قدرت‌های خارجی به خصوص در این یکی دو دهه اخیر دو قدرت چین و روسیه و مافیای به اصطلاح پوتین در ایران که بسیار فعاله، اینا رو بتونن کنترل کنن، ملت ما یکی از بالنده ترین ملت‌هایی است که میتونه یک تغییر فرم اجتماعی و بافت سیاسی به خودش بده. حالا ما از بیرون میتونیم کاری بکنیم، منم فکر نمیکنم، به خصوص که هممون داریم شب تا صبح، یعنی صبح تا شب داریم کار میکنیم فقط بیلامونو بپردازیم. شما بفهمین، شما نفر آخر هستید. دوستان کسی دیگه هست که بخواد سوال بکنه بر مطلبی رو مطرح کنه؟ فقط مثلا خواهش کنم خودتون لطف کنید جوابی که به اون خانم که خودش آتیش زد قرار بدین چه خواهد با فرهنگ امریکایی و با فرهنگ ایرانی، توجه به اینکه فرهنگ غالب اسلامی اونجا برتری داره و ما اینجا داریم با یه دید دیگه نگاه. یعنی من اگر تو اهواز نشسته بودم، این خانم آمده بود پیش من با عنوان روانشناس و در اون حالت دسپرت میگفت که شوهر من به من پیشنهاد کرده که بیا رضایت بدی که من یه زن دیگه بگیرم، من به او چه میگفتم؟ اون برمیگرده به فرمایش ایشون که گفتم اونجا جاسوس به عنوان مراجع میاد از شما نظر. حالا ما اتاقا رو عایق میکردیم مثلا، بلنگو نمیذاشتیم و یه کاری میکردیم که هیچکی ما رو نشنوه. نه خب من منظورم بود با تجربیات و علمی که الان شما دارید از هر نظر ارجح خیلی از روانشناسا و کسایی که ما میدونیم، با این وجود جوابتون به این خانم چی خواهد؟ بله، من اگر جواب درست بلد بودم که من جز اولین استاده بودم که دانشگاه اخراجم کردم، بنابراین تکلیف من روشنه. ولی اینکه آن جوابی که باور خودم بود به او میدادم یا تکنیکی که برای او به کار میبردم، من اولین چیزی که بررسی میکردم این بود که آیا این زن اگر از این رابطه بیاد بیرون، ابزار زندگی و ابزار ایستادن رو پای خودش رو داره یا نه. اول میبایست شما وقتی یه مراجعه رو دارید امکانات اون مراجعه رو در نظر بگیرید، و اگر جواب من مثبت بود که بله این امکان زندگی داره
بعد مرحله دوم میمدم بررسی میکردم که این اکت همسر او برای گزینش همسر دوم معناش برای او چیه. معمولا آزردگی های اینقدر عمیق معناش اینه که فکر میکنن که این مرد میگه تو دیگه خوب نیستی، تو دیگه کافی نیستی، من تو رو نمیخوام. و بعد مسئله این که چرا ایشون اینقدر به ریجکشنه یک نفر اینقدر گره خورده، یعنی تایید یا عدم تایید او اینقدر ساختار شخصیتیش رو برهم میریزه، رو اون مسئله یه مقداری فوکاس میکردم. و در نهایت میگفتم اگر قلب تو، حست به تو میگه که مرد تو نمیخوای با کسی تقسیم کنی، دست تو بزن به زانوی خودت، برو قانونن تقاضای طلاق کن، زندگی کن، کار کن و تا جایی که میتونی خودت رو و شادابی خودت رو حفظ کن.